که خواستای مردم افغانستان مخصوصا اصل دموکراسی انتخابات و قانونان شدن نظام را به دست بیاره او را به دست آورده نتونستیم. یک مقدار فراز و فرودها در افغانستان تانسته که مشکلات جدی را به وجود بیاره. حالا اگر بر بگردیم از مجموعه موضوعات یا مجموعه مشکلاتی که تا 13 سال بود اگر روی زو بحث بکنیم شاید بحث بدر راسو بکشه، چیزی که برمیگرده به وضعیت فعلی افغانستان یک بنبست سیاسی است که در یک مقطع بسیار زمانی بسیار حساس به وجود آمده. رفتن افغانستان به انتخابات 93 یا 2014 که یک نگرانی بسیار جدی در افکارامه و در بین جریان سیاسی افغانستان هم هست، یک مقدار مشکلات امضای پیمان امنیتی بین کابل واشنگتن، انفلاسیونی که فعلا به وجود آمده و داره شکل میگیره، این مجموعه فشارهای کمپلکسی است که میتونه روال حرکت حکومت را یک مقدار شکننده و متزلزل بسازه. چیزی که مردم انتظار از او را داره در رفتن به انتخابات یک اصل اساسی که به عنوان یک فرصت برای آینده افغانستان مساعد است، گزینه ها یا تمرکز روی ازو است. مشکلات عمده که در حالت فعلی به وجود آمده چقدر میتونه که لغزش‌زا یا شکننده برای آینده یا به مسیر آینده سیاسی افغانستان باشه؟ انتخابات 93 و شکل گیری یک نظامی که مردم توقع از او دارن. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت میهمانان محترم، حاضرین گرامی و بیننده‌های محترمی که ما شما را میبینن. البته سال انتخابات که شما با او اشاره کردین هم یک فرصت است و هم یک چالش است برای مردم افغانستان. فرصت به این دلیل است که ما برای اولین بار مردم افغانستان به یک مسیر میرن که نمیدونن چند ماه آینده در ارگ ریاست جمهوری کی زعیم خواهد بود، برخلاف چند انتخاباتی که ما در افغانستان داشتیم که ذهنیت ها از قبل قسمان آماده بود. از این سبب فکر میکنم یک فرصت است که مردم افغانستان از این فرصت استفاده کنن و زعیم کسی انتخاب کنن که با دورنما و با برنامه. از طرف دیگر یک چالش است. در یک سناریوی منفی ممکن است که وضعیت قسم شود که نتیجه انتخابات مورد قبول مردم افغانستان نباشد، چون وقت شما از انتخابات صحبت میکنین تعریف انتخابات هم در قالب بسترهای افغانستان متفاوت است. مثلا شما از چگونه انتخابات صحبت میکنین؟ از یک انتخابات معیاری که به معیارهای جهان برابر است، آیا در افغانستان زمینه برای مطور یک انتخابات مساعد است؟ یا از یک انتخابات صحبت میکنیم که در روند انتخابات هر چی اتفاق میفته مهم است که نتیجه مورد قبول مردم افغانستان باشه. ولی بیایم سر سوال شما که در 12 سال گذشته کدام مسائل از جمله آجنده ها و اولویت های دولت افغانستان و جامعه جهانی بود که ما ناکام بودیم در او؟ ما اول فکر میکنم که یک مرور شوا به بودن یا دلیل حضور نیروهای خارجی در افغانستان. چرا امروز مثلا نیروهای خارجی در افغانستان هستند؟ اساسا فراموش نکنیم زمانی که نیروهای خارجی آمدن به دو هدف آمدن، یک از بین بردن طالبان و القاعده و دوم حمایت از مردم افغانستان به خاطر تامین دموکراسی. البته در قسمتی از بین بردن طالبان و القاعده تا یک حد زیاد کار صورت گرفت. حال سر ازی که این نتیجه عملیات ها و پروسه امنیتی چقدر موفقیت آمیز بوده بس جداست که اگر فرصت بود سر صحبت میکنیم. اما سر ازی مسئله که برای حمایت از دموکراسی و کمک مردم افغانستان برای دموکراسی چه کارهای صورت گرفت و آیا موثر بود یا نه، ما فکر میکنم یک مقدار زیاد مسئولیت و ملامتی برمیگرده به جامعه جهانی. و او ای است که اولا اینا متاسفانه در آغاز همه را خواستن راضی بسازن و همه کسانی که در یک تیم جمع شدن مجموعی از افکار غیر متجانس بود یا مجموعی افرادی بود که اینا فکر واحد نداشتن. برای نظام سازی، برای حکومت سازی حداقل 60% فکرها باید هم نظر باشن. به این اساس ما بیشترینه انرژی و وقت خود صرف اختلافات داخلی کردیم. به شمول یک نکته جالب را مطرح کردیم، عدم تجانس در ساختار نظام چیزی که جدیداً او عرض وجود نکرده، قبلا هم وجود داشت. مهره های نامتجانس در رهبری یا در مدیریت نظام سیاسی افغانستان یک مشکل اساسی بوده. مردم افغانستان تنها از یک بوت متضرر نبوده. اگر ما از زمان سردار محمد داوود خان تا بالا ما مسیر دموکراسی یا مسیر خاص مردم را مرور کردیم در پکیج، همه در بافت ها با یک قدرت بیرونی نسج گرفته و شکل گرفته. امروز متاسفانه نخبه های سیاسی ما ارتباط غیر قانونی و نامشروعشان با برخی از سفارتخانه یا با نهادهای بین المللی بیرون افتخار میدانند و او را بر رخ مردم میکشند، چیزی که او متضمن منافع کشورهای بیرونی است نه از افغانستان. یک مشکل بسیار عمده است. اما یک بحث مجبوریت افغانستان است، چیزی که نتونسته تا به حال را به پای خود استاد شود و یک حرکت مستقلانه کنه. حرکت
رفتن یا پیمودن مسیر دموکراسی فعلی مستلزم حمایت یکی از قدرت‌های بزرگ دنیا که تامین کننده موضوعات مادی افغانستان یا مصارف مادی افغانستان است بدون شک است. ما تنش بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان را می‌بینیم که سبب شکلگیری انفلاسیون در افغانستان شده. امروز دلار 58.20 پیسه شده، مواد خوراکی قیمت شده، به می ترتیب وضعیت مردم بیشتر از پیش به طرف بدتر شدن است. افغانستان یک کشور تاثیرپذیر است. اجازه بدین که از آقای منصور جلال منصوری بپرسیم. اونا هم یک زمان وزیر حکومت بودن، فعلا معین وزارت ترانسپورت هستن. آقای منصوری خوش آمدین بر بحث ما. شما بحث تابال را دنبال کردین، ما یک مقدار مشکلات را به عنوان کشور آسیب پذیر دیدیم، وضعیتی که فعلا مردم انتظارش داشت پیمودن 13 سال حکومت داری با کمک جامعه بین المللی بود، اما متاسفانه هنوز هم روال حرکت و نیازمندی های مردم با چالش ها و مشکلات بسیار جدی سیاسیون ما گره خورده. این وضعیت که فعلا در اقتصاد افغانستان است، با توجه به پیچیدگی های سیاسی عملی و روانی که بین آمریکا و بین افغانستان و بین متحدین آمریکا و افغانستان وجود داره، چقدر میتونه در تشکل گیری انفلاسیون یا در شکنندگی اقتصادی یا بحران اقتصادی نقش بازی بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در گام نخست به شما و به مهمانان نهایت عزیز شما و قابل احترام شما در استودیوی شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. بحث ها را دنبال کردم، واقعا بحث های جالبی بود. اما جناب فیاض، قبل از اینکه وارد بحث شوم میخوایم یک نکته را خدمت شما عرض بکنم که انفلاسیون و مشکلات، یک سری مشکلات اقتصادی، انفلاسیون یا کاهش رشد اقتصادی، اینها معضلاتی هستند که کشورهای بعد بحران یا کشورهایی که بعد از جنگ می روند به طرف نظام سازی با این مشکلات و با این چالش ها روبرو می شوند. حال بنبست فعلی که به میان آمده یا حالت سیاسی که به میان آمده تنها عاملی نیست که ما را به طرف انفلاسیون برده. انفلاسیون یک بحثی خیلی مهم و یک بحثی داغ و گرم مجلس سیاستمداران و اقتصاددانان افغانستان، چی در داخل کشور و چی در خارج کشور، تا 10 سال گذشته بوده. عوامل انفلاسیون وارداتی هم بوده میتاند، یعنی عامل خارجی انفلاسیون، و دسته دوم عوامل ساختاری نهادی که عوامل داخلی انفلاسیون بخصوص در کشور ما که یکی بعد دیگر خدمت شما عرض میکنم به حساب میروند. بحث انفلاسیون بحث اقتصادی هست. برمیگردیم با شما، تشکر میکنیم البته از دوستایی که در بحث هستن. خواهش میکنیم که اگر سوالا را کوتاه و مستقیم تر کم جواب بده، چون فرصت مساعد شد برای همگی که بحث بکنه. آقای مسعود، شما هم زمان زیادی در صحنه سیاسی افغانستان حضور دارین و وضعیت را از نزدیک دنبال کردین. یک مقدار مشکلات فعلی ناشی است از مشکلات قبلی که از نظام های پیشی، چی از دوره حکومت سردار محمد داود خان تا ترکی و تا امین و تا نجیب و تا مجاهدین و بعضن طالبا و فعلا به وجود آمده. مهره های نظام های قبلی هم به نحو نقش دارند در ساختار سیاسی افغانستان. هر چیز، هر مشکلات ما اگر در صحنه اقتصاد هم پیدا میشه، در صحنه سیاست هم انگشت طرف رئیس جمهور است. بیشتر عوامل دیگرها هم هستند که عامل تاثیرگذار بوده بود. حالا با تمام این وضعیت که فعلا به وجود آمده، مسیر حرکت از دید شما کدام طرف میره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار تشکر از شما. با سلام خدمت همه دوستانی که به اینجا نشستن و بیننده های تلویزیون آریانا. ببینین، افغانستان یک کشور مریض هست و متاسفانه همواره مریض بوده. یعنی اگر بحث یک بک‌گراند تاریخی یا گذشته تاریخی بتیم، ما بحث از مشروعیت شروع میکنم. ای که در همواره تاریخ افغانستان بیشترین زمان افغانستان در رقابت میان نخبگان سیاسی گذشتانده و رقابت به خاطر تسلط یا به خاطر تصاحب قدرت، و همگی تلاش کردن تا بتانن که به قدرت برسن و یک نوع مشروعیت خودی را ایجاد کنند. و به اون نسبت بوده که نهادسازی در افغانستان صورت نگرفت، قدرت تقسیم نشد و این رقابت میان نخبگان سیاسی افغانستان
باعث شد که اون نخبه یا رهبر سیاسی که در طول تاریخ شکست خورده دست خود دراز کنه پیش یک کشور همسایه یا بیرونی تا برش کمک کنن تا بتانه که بالای حریف خود موفق شود. و این رقابت میان نخبگان افغانستان باعث رقابت منطقه‌ای شدن، یعنی در واقع اینا بودن که منطقه را دعوت کردن و از رقابت و کشمکش نزاعی تاریخی اینا بوده که کشورهای منطقه پیهم آمدن به افغانستان مداخله کردن، تجاوز کردن و بالاخره کشورهای فرامنطقه این کار کردن. 40 سال اخیر که ما شما شاهد هستیم، ما چی را شاهد هستیم؟ هر کس تلاش میکنه تا بتونه دوباره یک مشروعیت خود ایجاد کنه. شما ببینید از دوره حکومت رهبرای جهادی تا قبل از او از عناصر چپگرا تا امارت طالبانی و حتی حکومت پدرشاهی آقای کرزی، همش در واقع تلاش میکنن تا مشروعیت خود ایجاد کنن اما نمیتونن، به شکست مواجه میشن. امروز ما شاهد چی هستیم؟ پیش روی ما انتخابات هستن و بس و یک سلسله مسائل کلان ملی افغانستان پیش روی ماست. ما با خانم کوفی کلن ما معتقد هستم به حرف از اینا که انتخابات چگونه میبینیم؟ آیا انتخابات من هست یک وسیله برد و باخت میبینیم؟ یا یک فرصت به خاطر نجات کشور؟ اگر فقط به خاطر برد و باخت است، مطمئن باشید که در این کشور شرایط و گپا برابر نیست، یا همه ما برنده میشیم یا همه بازنده میشیم. مگر اگر به خاطر ایست که چطور یک فرصت آماده شده و از این فرصت استفاده کنیم، نخبه های سیاسی افغانستان میتونن که کار بکنن. بله، انتخابات یک اصل است، باید شوه و این به خاطر تقویت نظام سازی دموکراسی و تمام ارزش ها این کلا یک اصل است. اما چگونه میشه؟ آیا نخبه های سیاسی افغانستان از تاریخ افغانستان این عبرت گرفتن که با درک عمیق بیاین مسائل ببینن و یک ویژن و دیدگاهی را به افغانستان ایجاد کنند و به نسل جوان افغانستان یک حافظه ملی به میراث بگذارن؟ آیا نخبه های سیاسی افغانستان همین درس را گرفتن؟ اگر گرفتن، ما میتونیم در انتخابات پیش موفق شیم، و اگر نگرفتن، مطمئنن که متاسفانه بازم بگویم که یک دوره باطل دیگه شروع شد. یک چیزی که وجود داره نسبت به نخبه های سیاسی بیشتر با عنوان مهره های بازی شونده استفاده میشه توسط رقبای قدرتمند منطقه و جهانی. رقابت پاکستان با هند و حمایت هند از یک تعداد از نخبه ها، حمایت پاکستان از تعداد دیگه، حمایت آمریکایی ها در تنش رابطش با ایران از یک تعداد و حمایت ایرانی ها از یک تعداد دیگه، این چیزی است که بیشتر مورد انتقاد قرار گرفته. میشه از آقای صبا سوال مطرح بکنم؟ شما یک زمان والی در هرات بودین و در پست های بلند حکومت افغانستان هم کار کردین، از نبض حرکت سیاستمدارا یا سیاستگزارای افغانستان حاکم هستین، مشکلات هم دیدین، عدم تجانس خانم کوفی مطرح کرد و دوستای دیگه مطرح کردن، یک مسیر بسیار عجیبی را در مقطع زمانی میپیمانیم. سازمان ملل متحد در یک مقطع بسیار خاص سیاسی ابراز نگرانی کرده از کشته شدن کارمندان مؤسسات خیریه در افغانستان، بک نه به زنگ خطر است از کم شدن کمک ها برای مردم افغانستان، یک چالش در برابر مردم. ایالات متحده آمریکا تا 2 روز گذشته نفت قوای امنیتی یا وزارت دفاع را قطع کرده که خودش به عنوان عنصر حرکتی ماشین وزارت دفاع افغانستان است که در 2 روز ممکن است در توقف باشه. با این وضعیت یک نوع فشارهای کمپلکسی وارد میشه و عواملش هم ممکن است که بحث امضای پیمان باشه. امضای پیمان امنیتی افغانستان اختلافات بسیار جدی را در درون ارک هم به وجود آورده، گفته میشه که سر و صداهای بسیار زیاد بین حلقات دست اول رئیس جمهور وجود داره و جر و بحث های بسیار متداوم هم داره. این وضعیت